طوری که در قسمت سوم درباره سراج التواریخ و آثارهای کاتب گفتیم، در قسمت چهارم هم می‌پردازیم به ادامه آن. به جرأت می‌توان گفت که رویدادهای عهد سلطنت امیر عبدالرحمن خان در هیچ کتابی با این تفصیل، خصوصیات و جزئیات ضبط نگردیده و مندرجات هیچ کتابی از وقایع این زمان به پایه سراج التواریخ موثق و در خور اعتماد نیست. صدها مطالب در خور توجه و حیرت آور از تاریخ این سرزمین در لاولای اوراق و سطور آن نهفتند. تعداد نامه‌های اماکن مربوط به افغانستان و سرزمین‌های مجاور و کشورهای دوردست در سراج التواریخ آمدند آنقدر زیادند که حیثیت یک قاموس را بدان می‌بخشد و شاید در کمتر اثر این اندازه معلومات جغرافیایی به دست آورد. اگر در آینده قاموس مکمل از مناطق جغرافیایی کشور تدوین شود، این کتاب را یک از منابع سودمند و معتبر به حساب آورد و مورد استفاده قرار داد. و در جای دیگری می گوید کاتب شرح بسیاری از رویدادهای مندرج در جلد سوم را به جلد چهارم ارجاع و حواله داده است که از جمله 25 مورد آن به نظر نگارنده نایل رسیده است. اعلانی که در شماره های متعدد سال ششم سراج الاخبار افغانیه سال 1334 تا سال 1335 هجری قمری برای تبلیغ و معرفی سراج التواریخ به چاپ رسیده، این نکته را بیان می دارد که جلد سوم تماماً چاپ شده است و بخش های از جلد چهارم هم زیر چاپ بوده است. کتاب سوزان سراج التواریخ پس از انتشار جلد سوم سراج التواریخ، هواخواهان و بستگان هیئت حاکمه با مطالعه کتاب خطر این اثر افشاگر را رسوایی امیر عبدالرحمن خان و نیای سلف محمدزایی را بر سر هر کوی و برزن نواخته بود. برخلافش امان الله خان گشادت میکنم، طبق فرمان تمام مجلدات باقی مانده جلد سوم از کتاب فروشی ها جمع‌آوری و سوزانده می شوند و اجازه تب به جلد 4 و 5 هم که در مطبعه در انتظار چاپ بودند داده نمی شود. میر غلام محمد غبار درباره سوزانیدن سراج التواریخ می نویسد: چون شاه امان الله خان نواسه عبدالرحمن خان شرح اهدای لقب رئیس دلاور احترام طبقه اعلای ستاره هند از طرف ملکه ویکتوریا را به جد خود و سرسپردگی او را به بریتانیا در سراج التواریخ مطالعه نمود، چنان از رویش بریتانیا و تحمل جد خود برافروخت که امر کرد که تمام مجلدات این جلد ناتمام احتراق و در عوض آن تاریخ حقیقی افغانستان نوشته شود. در حالی که مندرجات این کتاب خود جزء از واقعات تاریخ دولت افغانستان و در عین حال ذخیره یک قسمت مهم از تاریخ قرن 19 افغانستان به شمار می رفت، اما این کتاب ناتمام در سال 1335 هجری قمری در مطبعه کابل طبع و به کلی از بین نرفت و نسخه های مطبوعه آن به دست اشخاص رسید. غبار می گوید جلد سوم چهارم سراج التواریخ در شورش بچه سقاو در سال 1308 از بین رفت. طبق نوشته دایره المعارف آریانا، جلد 4 و 5 سراج التواریخ تا زمان تحریر دایره المعارف در کتابخانه معارف موجود بوده، ولی امروزه اثر از این دو جلد موجود نیست. نادرخان پس از جلوس بر تخت سلطنت، سفارش سری و مؤکد به افراد معتمد خود در مورد از بین بردن تعداد از کتاب تاریخی از آن جمله مجلدات سراج التواریخ می کند و بدین سان معدود مجلداتی که از دست برد امان الله خان در امان مانده بود به دست مزدوران نادری نادرتر می شود. کاتب آینه تمام نمای تاریخ و فرهنگ افغانستان است. خوبی ها و زشتی ها را یک جانشان می دهد. او در حیات علمی و تاریخی از خود هزاران صفحه به یادگار گذاشته است که متاسفانه هنوز بسیار از مردم ما به اهمیت کارشان پی نبرده و با آثارشان چندان آشنایی ندارند. آثار علمی و فرهنگی کاتب را می توان به سه دسته تقسیم کرد: یک، تألیف و تدوین گوناگون تاریخی، علمی و مقالات مختلف. دو، تدریس و تعلیم. سه، استنساخ کتب کمیاب دیگر نویسندگان و دانشمندان. از جمله آثار به جامانده از مرحوم فیض محمد کاتب به شرح زیر می توان نام برد:
تحفت الحبیب و سراج التواریخ که درباره آن شرح داده شد. تاریخ حکمای متقدم. این کتاب از هبوط آدم تا بعثت حضرت عیسی علیه السلام از روی خط مؤلف در سال 1302 هجری شمسی در مطبع کابل دارای 189 صفحه می باشد. به چاپ رسیده است که شرح مختصر حکمای پیشین را شرح می دهد. اثر دیگری که در میان موجودی یادداشت های کاتب نزد ورثه‌اش به نام آن اشارت رفته است، کتاب فیض از فیوزارد می باشد. برخلاف سیاق نگاریش در سراج تواریخ، قلم فیض محمد کاتب در این اثر پی بردن. سریع و بدون دغدغه خار خار خاطر فارغ از مدحت‌گویی سلاطین و عمرا، فقط به ذکر وقایع و شرح جنایات و مظالم خاندان امارت بسنده نکردند، بلکه بر ریشه‌یابی قضایا، بررسی علل و اسباب و وقایع هم دقیقانه پرداخته است. مندرجات متن کتاب که ثمره دوران کبر سن و پختگی کاتب است، از نظر انشا و جمله پردازی در قیاس با سراج التواریخ از جزالت روانی و استحکام بیشتر برخوردار است. کاتب این کتاب را به دور از چشم ماموران دولتی نوشته است، چون از چاپ آن در داخل افغانستان مایوس بوده و هم از ترس عروش ماموران دولتی به خانه اش. و تا راج رفتن آن کتاب در سال 1306 هجری شمسی به سید مهدی فرخ سفیرکبیر ایران در کابل می سپارد تا نام برده از افغانستان خارج و شاید مطابق سفارش مؤلف در ایران به طبع رساند. از این اثر تنها یک فصل در کتاب تاریخ سیاسی افغانستان، نگاهی به مشرق زمین، تألیف سید مهدی فرخ، نقل و اصل کتاب همچنان در پس پرده اختفا باقی می ماند. کتاب امانیه. استاد سید الاکبر شهرستانی در سال 1334 هجری شمسی نسخه از تاریخ اصل امانیه به خط کاتب را از نزد عبدالغفور غرقی که از کتابخانه معارف به عاریت گرفته و از آن نقل برمی داشته مشاهده کرده است. دکتر محمد یعقوب واحدی و استاد عبدالحی حبیبی هم این گفته را تایید کردند. کتاب به کتابخانه معارف رجعت داده نشده است و سرنوشت آن مانند دیگر آثار مؤلف تا کنون خبری نیست. نسبنامه، طوایف افاغنه و نفوس ایشان. کتاب در معرفی و شرح حال قبایل، طوایف و اقوام افغانستان است. کاتب قصد بر این بوده تا نسبنامه را در اواخر سراج التواریخ زمینه سازد، ولی پس از سوزاندن سراج التواریخ به دست امان الله خان، بناچار آن را به مرزا عبدالمحمد علیزاده اصفهانی صاحب جریده چهره‌نما در مصر و مؤلف امان التواریخ می سپارد. مؤلف امان التواریخ برای تکمیل نمودن کتاب خود دو بار به افغانستان سفر کرده است. از ملا فیض محمد کاتب اطلاعات کافی درباره تاریخ، جغرافیا و اقوام افغانستان به دست می آورد. ذکر این مطلب لازم است که جلد پنجم امان التواریخ دو بار تحریر شده است. اولین بار با معلومات اندک در 225 صفحه و بار دوم پس از سفر مؤلف به افغانستان و دستیابی به منابع معتبر از ملا فیض محمد کاتب در 397 صفحه به چاپ رسیده است. مرزا عبدالمحمد در این باره می نویسد که در سنه 1340 هجری قمری در افغانستان مسافرت نمودم و جناب فضائل مآب و معارف نصاب ملا فیض محمد کاتب که صاحب جامعه کمالات عالیه و معلومات مفیده بوده، به تحریر و تدوین نگارنده را مرهون کلک هنر سلک خیش فرمودند. و در پایان مبحث بخش اول جلد پنجم می گوید این بود ذکر قبایل، طوایف و اقوام افغانستان که به اهتمام عالم مدقیق فرزانه فیض محمد کاتب به دست نگارنده این سطور حاجی مرزا عبدالمحمد اصفهانی ملقب به مودب السلطان صاحب جریده چهره‌نما رسید و نگاری شد. فقرات شرعیه. این کتاب ملا محتملاً جزو کتاب درسی در مکاتب در زمان امان الله خان بوده است که در باب مسائل شرعی و اسلامی است. کتاب در سال 1300 هجری شمسی به اتمام رسیده و ملا عبدالواسع آخونزاده از علمای جدید اهل سنت نیز بر تألیف آن نظارت داشته است. ادامه این داستان را در قسمت پنجم تماشا نمایید.